با مردم رضایت مردم رو جلب بکنه، عدالت رو رعایت بکنه، که چیزای اصلی و خصوصیات مهمه از نظر آقای هاشمی رفسنجانی در مورد رهبر یک حکومت اسلامی. در واقع مبنای ایدئولوژیک و مبنای تئوری این نظام هستش. 100% این چیزی که آقای هاشمی رفسنجانی بارها تاکید کرده که هم سنت اسلامی است، همیشه اینطوری بوده، هم در بیانات آیت الله خمینی بارها اشاره کرده که چقدر اینها مهمه که و تأکید کرده بارها در خطبه‌هاش که چگونه رهبران در جمهوری اسلامی، حتی رهبر آیت الله خامنه‌ای، انتخابی‌اند و باید پاسخگو باشند، و اگر این پاسخگویی نباشه، رضایت مردم نباشه، اینا رهبر اسلامی بو معنا نیستن. حالا درست اسمی به از آیت الله خامنه ای نبرده، ولی اشاره به هر غیر مستقیم همین دیگه صریح نگفته خیلی از چیزها. خب این همینطور که آقای سلامتیان به خوبی گفتن، هاشمی رفسنجانی هاشمی رفسنجانیه. ایشون همیشه معتدل بوده، همیشه نظراتشو طوری بیان میکرده که نره به اون جایی که شاید دیگران بخوان ببرنش که تبدیلش بکنن مثلا به مشکلی که برای آقای منتظری سالها پیش اومده بود، بریزن تو خیابان. خیلی در چیزا دارن میگن. آقای هاشمی رفسنجانی همونطوری که خودش هم گفت، من میخوام این نماز جمعه سرآغاز فصل جدیدی باشه برای جمهوری اسلامی. یعنی یه بار دیگه خودش به عنوان منجی حکومت داره نشون میده. و پیشنهادهایی هم گفت که من دارم بیان میکنم فقط پیشنهادات من نیست، من قبل از اومدن به اینجا با بعضی از خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت کردم و نظرات اونا هم هست. یعنی یه هشداریه به حال به رهبری جمهوری اسلامی که اینا رو باید شما جدی بگیرید. خیلی از شخصیت‌های نظام امروز در نماز جمعه هم بودن آقای سلامتیان. با توجه به این چیزهایی که درباره مبانی نظری و تئوریک نظام جمهوری اسلامی آقای هاشمی مطرح کرده، با توجه به اینکه خیلی از افراد هم با آقای هاشمی موافق هست، الان واقعا نظام در کجا قرار گرفته؟ ببینید آقای رفسنجانی درسته کاملا، یک مقدار مطالبی که گفته است مهمه، یک مقدار مطالبی که نگفته است. اگه ببینیم چه مسائلی رو نگفته است و مهمه، باید به کسانی که ظرف این 48 ساعت گذشته مطلب می نوشتن، از به خصوص طرفداران اون بیان قدرت، می گفتن آقای رفسنجانی حتما باید در این نماز جمعه اعلام بیعت مجدد با رهبری بکنه، بله، حتما باید انتخابات رو تایید بکنه. حتی روزنامه کیهان دعوت میکرد شعار بدید که ما اهل کوپه نیستیم، مثل اینکه بنا بوده آقای رفسنجانی تنها بگذاره آقای خامنه‌ای رو. آقای رفسنجانی با سکوت خودش این مقدار مطالبی رو بیان میکنه. عملا آقای رفسنجانی در صحبت خودش ضرورتی نمیبینه که اعلام بیعت مجدد بکنه، ضرورتی نمیبینه که مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری رو تایید بکنه، حتی ایراد میگیره، تردید رو میگه، مسئله ایست که مثل خوره به جان جمهوری اسلامی افتاده، و میگه باید این تردید رو با اعتماد سازی از بین برد. اعتماد سازی لازمش عبارت از اینه که زندانی ها آزاد بشن، این مطالب. و عملا من اگر دقت بکنم به بیان خود آقای رفسنجانی، خواسته های عمده و اساسی که در نامه نهم بیانیه نهم آقای موسوی درج شده بود و در مطالب آقای کروبی درج شده بود و به شکل دیگه آقای خاتمی گفته بودن، به بیان آقای رفسنجانی و در چهارچوب خود نظام، آقای رفسنجانی هم اون مطالب رو بیان میکنه. امروزه به همین علت من قبول دارم صحبت آقای سبا رو که ما آقای رفسنجانی رو درسته به عنوان ناجی میاد، خودشا فراتر میبینه، اما با بیان معترضین چند هفته اخیر به عنوان ناجی میاد. و عملا در این کفه آقای رفسنجانی ارزیابیش اینه که باید به اونها توجه بیشتری کرد. من رو این طبیعی است که اونها هم امروز بوده باشن و احساس رضایت حتی بله بکنن. در همین نقطه آقای هاشمی خب سمت‌های مهمی داره که شما هم اشاره کردین و هنوز هم یکی از عالی‌ترین شخصیت‌های نظام هست. چقدر میتونه از این موقعیت شخصی خودش، چقدر میتونه از این ابزارهایی که در اختیار داره استفاده بکنه برای جامعه عمل پوشاندن به نوعی به این چیزهایی که خودش میگه؟ ببینید آقای هاشمی رفسنجانی این خطبهشو خیلی جاها با دقت گوش میدادن، حتما من فکر کنم حتما مراجع تقلید در قوم گوش میدادن، روحانیون بزرگ گوش میدادن، فرماندهان ارشد سپاه، ارتش، نیروهای امنیتی، به هر حال اونا هم مسئولیت اصلیشون حفظ این حکومته، نه فقط دستور گرفتن از یه فرد خاصی. خیلی با دقت گوش میدادن. آقای هاشمی رفسنجانی تصویری از این حکومت ایجاد کرده که اگر ما اقدام هرچی زودتر انجام ندیم ممکنه خطرات جدی داشته باشه برای حکومت ما.
و ببینید به حال حتی اگر آمارهای رسمی حکومتی در مورد انتخابات درست باشه 14 میلیون به موسوی رأی دادن. خود آقای موسوی طرفدارانش میگن خب ما بردیم. همون 14 میلیون میشه بخش عظیمی از مملکت ایران و اغلب افراد تحصیل کرده جوان که آینده کشور تشکیل میدن، پزشکان آینده هستن، مدیران آینده هستن، وکیل و دانشگاهیانن. اینا رو شما نمیتونید نخواسته هاشون ندیده بگیرید و این پیام به اعماق جامعه اسلامی و در حکومت و رژیم رفته و آقای هاشمی رفسنجانی درست امروز شاید نتونه از قدرت سپاه و غیره از ارتش استفاده بکنه یا از نیروی مسلح استفاده بکنه برای پیشبرد خواستاش، ولی حرفش من فکر کنم امروز با اون اعتدالی که درش وجود داشت تا حد بسیار زیاد در دل خیلی ها میشونه و فشار بر رهبری جمهوری اسلامی به نظر من افزایش میده و نمیشه ندیده گرفت. ولی اولین بند از راه حل های ایشون مراجعه به قانون بوده که این چیزی هستش که هم رهبر ایران گفته و هم نهادهای قانونی در واقع میگن که ما کار خودمون رو انجام بدیم. مثلا باید قانون باید اصلاح بشه. گفت اگه ایراد داره. گفت بعدن میتونه اصلاح بله. بشه. بله. قانون گرایی آره، ولی بعد خودش هم در مورد مثلا شورای نگهبان گفت رعایت نکرده. شما میگین که هستین. ببینید راجب قانون یک جایی ایشون صحبت از قانون اساسی میکنه و به خصوص یادآوری میکنه که اصول مربوط به حقوق مردم اصولی بود که آیت الله خمینی اصرار داشت در موردش و تاکید میکنه که دیگرانی نوشتن اونها رو، اما آقای خمینی اونها رو قبول کرد. در بحث قانون مسئله اصلی اینه که در 30 سال گذشته جمهوری اسلامی به طور دائم راجع به تکالیفی که از قانون ناشی بوده برای مردم حرف زده، راجع به حقوقی که مردم در خود این قانون دارند مورد غفلت قرار گرفته. آقای رفسنجانی از امروز مثل اینکه مدافع اون حقوقه و آقای رفسنجانی مدافع اون حقوق از این نقطه نظر مواجه با یه برابری قرار میگیره. ببینید ما در چند روز گذشته یکی رنجنامه به امام زمان آقای فیروزآبادی رو داشتیم، یکی خطبه آقای رفسنجانی امروز. این دو نوع برخورد با حفظ جمهوری اسلامی است. آقای رفسنجانی به عنوان مصلح دلسوز میاد، به همین علت بیانش به نظر من در بین بسیاری از علاقمندان و دلسوزان جمهوری اسلامی و خود روحانیونی که در جاهای مختلف نگران این بودند که کل این سیستم اگر به هم بریزه چه لطماتی به موقعیت خودشون هم میخوره، صحبتی است که این دلسوزانه بودنش براش میتونه بسیار بسیار زیادی قدرت و مشروعیت ایجاد بکنه. آقای سلامتیان، آقای سبا به نامه آقای فیروزآبادی اشاره کردن. خیلی ها بودن که خب شدید از آقای هاشمی میخواستن که صف خودش رو از مخالفان و معترضان به نتیجه انتخابات جدا بکنه و بیاد و از بیانات رهبری در نماز جمعه شدیداً و قاطعانه اعلام حمایت بکنه. حالا با در مجموع آقای هاشمی از این نظر کجا قرار گرفته، خصوصا در رابطه خودش با رهبری؟ ببینید من فکر کنم آقای رفسنجانی به رهبر داره میگه اگه ما فکری به وضعیت برای وضعیت حکومت الان نکنیم هممون در خطریم. بارها تو اون خطبه اعلام کرده که من چقدر به جمهوری اسلامی علاقمندم، 50 سال 60 سال تو برای دفاع از این کار بودم و غیره و غیره، ولی الان کشور در بحرانه. ایشون کلمه بحران استفاده کرد، در ذهن یادم نره، کلمه مهمیه که میگه کشور در بحرانه. اون حالت عادی که رادیو تلویزیون داره میگه، آقای خامنه‌ای میگه، احمدی نژاد میگه، میگه نیست، خطر خارجی، وضعیت بحرانی و ما باید کاری بکنیم برای این مسئله. من فکر کنم با توجه به موقعیت آقای هاشمی رفسنجانی و با توجه به خطری که من فکر میکنم حالا مسامحتا میشه گفت دلسوزان انقلاب احساس میکنن، مراجع قوم احساس میکنن، همه اینا فشار زیاد میکنه بر آقای خامنه‌ای که کارهای اساسی تری بکنه برای حفظ حکومت جمهوری اسلامی. ببینید همینی که حداقل میگن 20 نفر کشته شدن، حالا مخالفان میگن بیشتر کشته شدن و نمونه هایی رو ما دیدیم مثل ندا آقا سلطان یا سهراب اعرابی و اینا دل خیلی به درد میاره. اینا جوانان ایران هستن که رفتن در یه تظاهرات مسالمت آمیز و کشته شدند در حکومت اسلامی و یا صدها نفر حداقل